تحقیقات ژورنالیستی این مواد است که در آن مشکلات جمعیتی، رشوه‌خوری، پایمال کردن قانون و سوء استفاده از منصب یا اطلاعاتی را که قبلا با کدام سببی از مردم پنهان نگاه داشته می شد آشکار می گردد. ژورنالیست زمان تحقیقات ژورنالیستی موفق را انجام می دهد که از روی نقشه معین عمل می کند. یعنی پیش از آنی که ما به انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی شروع می کنیم، باید نقشه دقیق تحقیقات ژورنالیستی را داشته باشیم. برای انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی، انتخاب موضوع قدم بسیار مهم است. ژورنالیست باید خوب داند که در کجا قانون نقض شده است و در کجا سوء استفاده از منصب گردیده است. فراموش نکنیم که موضوع مورد تحقیق گرفته ما باید اهمیت جمعیتی داشته باشد. اگر شما می خواهید که موضوعی را پیگیری نمایید و آن خواننده نداشته باشد، پس برای چنین موضوع وقت خود را بیهوده صرف نکنید. بهترش از چنین موضوع ها دست کشید. ژورنالیست می تواند در دل خود ساحت تحقیقات ژورنالیستی انجام دهد، اما باید در خاطر داشته باشد که موضوع مورد تحقیق قرار داده او باید جنایت، رشوه خوری، نقض قانون را آشکار کند. برای مثال، ژورنالیست می تواند در این سمت ها تحقیقات ژورنالیستی انجام دهد. اگر ژورنالیست می خواهد در ساحه سیاست تحقیقات ژورنالیستی گذراند، پس او می تواند وابسته به معرکه انتخاباتی، فعالیت حزب ها، تعیین نمودن خدمتیان دولتی، قانون گذاری، دکلاراسیه درآمد سیاستمداران تحقیقات خود را انجام دهد. اگر ژورنالیست خواهد تحقیقات را انجام دهد که در آن جنایت آشکار کند، پس موضوع نقض حقوق انسان، عدالت سودی، قاچاق و یا خرید و فروش آدمان می توانند موضوع تحقیقات ژورنالیستی او باشد. آشکار کردن حالت های کرپسیونی یکی از موضوع های دوست داشته ژورنالیستان تحقیقاتگر است. برای در این سمت کار کردن، ژورنالیست ها این بخش ها را می توانند مورد تحقیق قرار دهند. قسمت اول این مالیات جمعیتی است. برای مثال، امتیازهای جمعیتی، بودجه دولتی، امتیازهای اندازه، خریدات دولتی. قسمت دوم باشد این مالیات کشوده شخصی است. بانک ها، کردیت ها، سغورته مالی اداره ها، اشتراکچیان بازار سرمایه گذاری هم می توانند موضوع خوبه برای انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی باشند. برای نفرانی که نو به گذراندن تحقیقات ژورنالیستی مشغول می شوند، بیشتر توصیه داده می شود که از بخش اجتماعی یعنی مشکلات جمعیتی کار خود را شروع نمایند. بهترش در ساحه معارف، تندرستی، خدمترسانی کمونالی، امتیاز به کمبیزاتون، برنامه های جمعیتی، دولتی و خیره ها تحقیقات ژورنالیستی خود را انجام دهند. یکی از طلبات های دیگری تحقیقات ژورنالیستی این داشتن فرضیه و اثبات کردن آن است. فرضیه این تخمین، تفسیر، تصدیقی که ژورنالیست در رفت تحقیقات ژورنالیستی آن را اثبات یا رد می کند. فرضیه سوبیکت و مال تحقیقات را عنیق می کند. فرضیه باید به چنین سوال ها جواب دهد. کی، چی، چی طور، در نتیجه چی، برای چی قانون نقض می شود و این چی نتیجه می دهد. پس از اون که فرضیه ما درست شد، می گذاریم به قسمت دیگر تحقیقات ژورنالیستی. برای کشادن موضوع بسیار مهم است که باید سوال های اساسی را ترتیب دهیم. جواب سوال ها به ما کمک می کند که فرضیه خود را اثبات یا رد نماییم. سوال های اطلاعاتی می توانند برای جمع آوری دلیل کمک نمایند. بعدا ما باید سوال های بهادهنده را ترتیب دهیم که برای جمع آوری فکر و شرح موضوع به ما لازم می شوند. قسمت نوبتی تحقیقات ژورنالیستی این سرچشمه های اطلاعات می باشد. آنهایی که برای پاسخ به سوال ها کمک می کنند، آنها کیهایند و در کجا هستند. غیر از آدمانی که اطلاعات مهم را در دست دارند، اینچنین حجت ها، تشکیلات ها، شبکه های اجتماعی، بایگانی، بعضی اطلاعاتی، واسطه های اخبار عامه می توانند برای ما همچون سرچشمه اطلاعات کمک کنند. اصول جمع‌آوری مواد هم از قسمت‌های مهمی تحقیقات ژورنالیستی می باشد که چنین بخش‌ها را در خود دارد. مشاهده شخصی، دسترسی به حجت‌ها، مصاحبه با آدمان، تحقیق، تحلیل و تشخیص‌ها. ما با مصاحبه اساسی آن وقت می رویم که همه چیز را می دانیم. مقصد از رفتن به مصاحبه اساسی این به دست آوردن شرح و تفسیر قهرمان اساسی می باشد.
وقتی که همه معلومات ضروری رو پیدا کردیم و مصاحبه اساسی رو انجام دادیم، میگذاریم به تهیه متن، آرایش و تحریر آن. پس از آنکه تحقیقات ژورنالیستی ما کامل شد، پیش از نشر کردن آن باید حتما از تشخیص حقوقی گذرد. تشخیص حقوقی این هم کفالت بی خطری خود ژورنالیست و هم اداره واو است که ژورنالیست در آنجا کار میکند یا تحقیقات خود را نشر میکند. یکی از توصیه‌های اساسی هنگام گذراندن تحقیقات ژورنالیستی این نگاه داشتن بایگانی است. موادهای جمع آورده شده در آینده برای زود به موضوع برگشتن کمک می‌رسانند. علاوه بر این، هنگام به سود مراجعت نمودن طرف دعواگر، موادها همچون دلیل خدمت می‌کنند. امکان دارد که ژورنالیستی تحقیقاتگر در رفت انجام دادن تحقیقات ژورنالیستی به چنین مشکلات دچار شود. یعنی پیش از همه خوف حقوقی است که امکان دارد نسبت ژورنالیست پرونده جنایتی یا ماموری باز شود. خوف دیگر این تهدیدی از دست دادن آبروی، جای کار و ضرر رساندن به سلامتی یا به حیات شخصی خود ژورنالیست می باشد. برای کم کردن خوف‌های احتمالی، برای هر یک ژورنالیست تحقیقاتگر ضرور است که قسمت‌های در بالا ذکر شده را هنگام گذراندن تحقیقات ژورنالیستی صرف نظر نکند.